همزمان با انتشار شایعاتی در خصوص احتمال قطع دوباره اینترنت به صورت سراسری در عراق، یک نهاد غیر دولتی فعال حوزه امنیت سایبری خسارت این کشور از محل قطع و محدودیت اینترنت در دو هفته گذشته را حدود 1 میلیارد دلار تخمین زده است. به گزارش شیوز و نقل از سومری نیوز، در حالی که برخی گمانزنی ها از احتمال آغاز دوباره قطع سراسری اینترنت عراق پس از روز اربعین به دلیل احتمال آغاز اعتراضات خیابانی در بغداد حکایت دارد، سازمان غیر دولتی نت بلاکس متخصص در زمینه امنیت سایبری در گزارش اعلام کرد که قطع کلی و سپس جزئی اینترنت در عراق تا کنون 951 میلیون دلار به این کشور خسارت زده است. پیشتر نیز برخی رسانه‌ها از تاثیرگذاری این اختلالات در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و وارد شدن خسارت به منافع افراد، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در عراق خبر داده بودند. قطع کلی و سپس جزئی اینترنت و ادامه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در طول دو هفته گذشته در عراق اختلالات جدی در کار رسانه‌ها و نیز ارتباطات زائران اربعین حسینی ایجاد کرده است و همزمان مورد اعتراض برخی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر نیز شده است.